روند ارزیابی خانواده های متضرر از سیلاب ها از سوی هلال احمر هرات در شماری از ولسوالی های هرات آغاز شده است. مسئولان ریاست نمایندگی هلال احمر هرات میگویند که سیلاب های اخیر در ولسوالی های پشتون زرغون، اوبی، ادرسکن و چشت حدود 600 خانه را به گونه قسمی و کامل تخریب نموده و جان 50 تن را گرفته که اجساد تعداد هنوز هم مفقود است. در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی هرات از آنچه بی‌توجهی اداره محلی در قسمت رسیدگی به خانواده های متضرر از سیلاب ها سخن زده میگویند دولت باید کمک های اضطراری را به این خانواده ها هر چه زودتر برساند. همکارم در این مورد بیشتر شرح میدهد. تیم‌های رضاکار و کمک‌رسان جمعیت هلال احمر هرات که به منظور ارزیابی خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر راهی دورترین و ناامن‌ترین مناطق ولسوالی‌های این ولایت می‌شوند. پس از سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش اخیر که بیشترین آسیب را به مناطق ناامن هرات از جمله ولسوالی چشت، اوبه، پشتون زرغون و ادرسکن وارد شده است، روند ارزیابی آسیب دیدگان این رویداد طبیعی از سوی ریاست نمایندگی هلال احمر هرات آغاز شد. از آغازین دقایق وقوع سیلاب که در اواسط ماه ثور 1400 به وقوع پیوسته بود، رضاکاران جمعیت هلال احمر افغانی از ولسوالی مختلف با اداره ما به تماس شدند و ما در ترکیب تیم اضطرار هیئت منظمی را به ساحات ولسوالی های پشت زرغون، کروخ، چشت شریف، اوبه و ادرسکن ولایت هرات اعزام کردیم. در مجموع به سطح ولسوالی ها در حدود بالغ بر 600 خانه تخریب شده که از او جمله 530 خانه در ولسوالی های چشت شریف و اوبه به صورت قسمی و یا کلی آسیب دیدن. در افغانی نهاد بیطرف در مسائل سیاسی است که هدف آن کمک رسانی به آسیب دیدگان منازعات مسلحانه و رویدادهای طبیعی در معروم‌ترین و دورترین مناطق می باشد. این سازمان همواره در کمک رسانی به آسیب دیدگان در مناطق تحت حاکمیت گروه های مخالف حکومت دست بازی داشته است. مسئولان این اداره می گویند که پس از پایان روند ارزیابی خانواده های آسیب دیده از سیلاب در ولسوالی های هرات، روند کمک رسانی از سوی تیم های رضاکار و امداد رسان هلال احمر در این ولایت آغاز می شود. کور واقعیت ما در محل رفتیم که هیچ حتی دوره امنیت هم که بود در مناطق کسی نرفته بود، مناطق بسیار صعب العبوری بود دیگه. البته ما هماهنگی در مناطق که میریم همراه افرادی که در خود محیط تسلط دارن، البته در اونا هماهنگی میکنیم. وجب در وجب اونا در جریان هستن از فعالیت هایی که ما در اونجا انجام میتیم دیگه. یک در حقیقت یک دو امیدواری به این است که مردم میدانن که ما هستیم پشت سر مردم. متاسفانه در سطح ولسوالی ادرسکن و ولسوالی اوبه ما تلفات جانی داشتیم و در سطح ولسوالی پشتون زرغون، ولسوالی ادرسکن، ولسوالی کروخ، ولسوالی چشت شریف و ولسوالی اوبه تلفات یا جانی قدر زیاد نبوده. فقط دو ولسوالی ما داشتیم تلفات و البقیه ولسوالی ها سطح خسارات برای منازل مسکونی زیاد بود، برای زمین های زراعتی کاملا از بین رفته بود، راه های مواصلاتی به نحوی میگیم از بین رفته بود یا بند شده بود، منابع آب آشامیدنی از بین رفته بود. اداره محلی یکی از دلایل تاخیر کمک رسانی به سیلاب زدگان ولسوالی های هرات را مشکلات ناامنی عنوان کرده است. در این حال برخی از اعضای شورای ولایتی هرات از آنچه بی‌توجهی اداره محلی در قسمت رسیدگی به خانواده های سیلاب زده میگویند انتقاد نموده و از دولت میخواهند که کمک هایش را از طریق سازمان های بی‌طرف همانند جمعیت هلال احمر با آسیب دیدگان برساند. اگر هلال احمر در این قسمت هم توانایی را داره، درایت را داره، شرایط را داره که میتونه در قریه و قصبه بره سروی کنه کسانی که آسیب دیدن، کسانی که متضرر شدن این سیلابا، حکومت بعد هم چون اداره که امروز واقعا به کنار حکومت همیشه کار کرده برای از او اعتماد کنه، از او استفاده کنه، در این قسمت بتونه برای مستحقین هم کمک های لازمه را برسانه. پیش از این رئیس اداره حوادث طبیعی در هرات گفته بود که تنها به 62 خانواده متضرر از سیلاب ها در ولسوالی های ادرسکن و گذره کمک نمودند. با این حال مسئولان صحافی جمعیت هلال احمر افغانی در زون غرب میگویند ارزیابی های آنان نشان میدهد که سرازیر شدن سیلاب های اخیر در سطح این زون حدود 1000 خانواده را زیان رسانده است. آخرین آمار سیلاب زده هایی که در سطح حوزه شامل سه ولایت غور میشه و بادغیس و هرات، غور 72 فامیل هنوز سروی ادامه داره، البته از اطراف فیروزکو مرکز غور بوده. جوند آمار که لحظات پیش ما رسید 320 فامیل، اوبه 215 فامیل و چشت
هنوز باجی نهایی نشده، ولی تا تامیل آزاد 315 فامیل که مجموع آسیب دیدایی که توسط تیم هلال احمر و بعض شرکای دیگه 922 فامیل ارزیابی شد. جدا از رسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی، مسئولان صحفی جمعیت هلال احمر افغانی میگویند هرچند در دو سال اخیر به دلیل محدودیت های وضع شده ناشی از کرونا مشکلاتی در درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب به میان آمده، بان هم این نهاد در طی 3 ماه گذشته حدود 300 کودک بیمار را در داخل و بیرون کشور زیر درمان قرار داده که از این میان 70 کودک مربوط به زون غرب می باشد.